أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام علیکم. سلام، عبدالله هستم از افغانستان. خوش وقتا. شما چرا از اردوغان لایی که دستش در دستان دشمنان اسلام است و در خدمت یهود و نصارا قرار گرفته و عضوی از اعضای کفری و استعمارگر ناتو است مشکل حل شد جناب و شریعت الهی را پس و گوش انداخته و ترکی را به شرکانه صوفی ها تبدیل کرده و از جانب دیگر کشورش را تبدیل به منبع فساد و همجنسبازی و زنا و شرابخواری ساخته است دفاع میکنید. شما اگر علم درستی می داشتید دنیا رو درک می کردید این حرفا رو نمی زدید. اگر ترکیه رو تا قبل از اردوغان مقایسه می کردید این حرف رو نمی زدید. شما رو متهم نمی کنم، لیکن داعش با این افکارش هم خودشو و هم بقیه مسلمانانو به مصیبت های بزرگی گرفتار کرد و آیا این دفع کردنتان واجب این نمیشد که شما هم در جنایت شریک شد؟ نه خیر، من جایی که انتقاد لازم داشته باشه ازش انتقاد میکنم، حتی از اینکه 10 روز بعد از اسرائیل انتقاد کرد و به شدت هم بعد انتقاد کرد انتقاد کردم که چرا اینقدر دیر. آیا از آخرت خود نمی ترسید که فردای قیامت الله متعال در برابر تمام جان شما را هم مورد مؤاخذه قرار دهد؟ نه، من با اونچه که مخالف شرعه که تأییدش نمی کنم، من با اونچه که اعمال خیر انجام داده تأییدش می کنم. اگر شما علم درستی و عقل درستی می داشتید ترکیه رو مقایسه می کردید با 70 سال گذشتهش، میدونی که در زمان اربکان و اردوغان مسلمانان بهترین حالات رو داشتن بعد از سقوط خلافت. اینا اندکی عقل میخواد و اندکی علم میخواد و اندکی تجربه میخواد. این پیام شما میگه که شما مثل یک جوان 15-16 ساله بیشتر نیستید، با احساسات داری حرف میزنید. بس بترسید آقای مولازادی از عذاب آخرت و شیاطین انسی، بیشتر از این حمایت نکن. نه، من شما رو دعوت میکنم آقای عبدالله که اندکی علم یاد بگی، تجربه داشته باش و از این دوگمیت، از این یک دندگیت بیاد بیرون. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خداوند هیچ انسانی رو بیشتر از وسع خودش مکلف نکرده. و داعشی هایی که همه مسلمانان رو تکفیر میکنند، یعنی همه حکام و بخصوص همین افکار رو دارند و یک نقطه رو خوندند و 100 نقطه رو فراموش کردند.